اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن. در برنامه مدون من برنامه کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه وجود دارد. ما می توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم. آخوند روحانی از روز اول بازی اعتدال و کلیدش وعده های بسیاری داد. وعده هایی بر سر خرمن که البته برای کسانی که کمترین شناختی از این رژیم داشتند روشن بود که این وعده ها دروغی بیش نبوده و تنها بازی با الفاظ است. او در انتخابات سال 96 رژیم در باغ سبز رشد اقتصادی 8% را باز کرد و گفت که با 8% رشد اقتصادی 1,000,000 شغل ایجاد می کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی 21 اردیبهشت 1396. تازه این آخوند شیاد طلبکار هم بود که چرا بقیه رشد اقتصادی اون رو نمیبینن. اونایی که میگن که رکود، هی میگن رکود، میگن ما نمیبینیم. بعضی ها میگن نمیبینیم. خب نمیبینیم که خب یه عینکی چیزی برای درمانی باید بکنن. اما وقتی گرد و خاک تبلیغات آخوندی خوابید، مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در تاریخ 24 شهریور 97 به سایت حکومتی انتخاب گفت اگر وضعیت اقتصادی کنونی ایران به شکل فعلی ادامه یابد تا 3 ماه آینده قحطی کالا و مواد اولیه در بازار خواهد بود. با کنار هم قرار دادن رشد اقتصادی موهوم مورد ادعای روحانی با خبر قحطی در ایران با 2 پدیده کاملا متناقض مواجه می شود. قحطی آن هم در ایرانی که با 1% از جمعیت جهان نزدیک به 7% منابع جهان را در اختیار دارد. این بدان معناست که رفاه مردم ایران باید 7 برابر متوسط مردم جهان می بود. اما اکنون و بعد از 4 دهه حاکمیت نظام ولایت فقیه صحبت از قحطی است. در این بین سایت حکومتی سرات تلاش می کند خیال همه را راحت کند. این سایت در اول مهر ماه جاری با حساب و کتاب اثبات می کند که بودجه ماهیانه مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی نزدیک به 900 میلیون دلار است و این پول را می توان در هر حالتی با صادرات نفت تهیه کرد. حال سوال اینجاست که مگر در سده های میانی و قرون وسطا هستیم که تهدیدی به نام قحطی وجود داشته باشد؟ مگر ایران جزو ثروتمندترین کشورهای جهان نیست؟ این اختلاف بین رشد 8% تا قحطی را چگونه می توان توضیح داد؟ پاسخ را باید در ساختار فاسد و غارتگر این رژیم جستجو کرد. ساختاری که امروزه رو به متلاشی شدن گذاشته است.